بازیگرانی که کارشون به خانه سالمندان کشید. در این ویدیو یادی می‌کنیم از بازیگرانی که پایشان به خانه سالمندان باز شد. بازیگرانی که زمانی جز بازیگران مطرح سینما و تلویزیون بودند. لایک و بزنید و همراه هم باشید. رضا رویگری در دی ماه سال 1392 دچار سکته مغزی شد و به مرور ویلچر نشین شد. او پس از سالها و پس از جدایی از همسرش در خانه سالمندان کهریزک رها شد و بارها و بارها نسبت به این موضوع گلایه داشت. شهلا ریاهی از دیگر بازیگرانی که حضور در خانه سالمندان را تجربه کرده، به شهلا ریاهی میتوان اشاره کرد. او حدود 15 سال به آلزایمر مبتلا بود و برای اینکه تحت نظر پزشکان قرار بگیرد در مرکزی نگهداری شد که به او رسیدگی شود. روحش شاد و یادش گرامی. مهری مهرنیا او اواخر عمرش را در آسایشگاه معلولین کهریزک گذراند. او از اینکه هیچ یک از بازیگران از او خبری نمی گرفتند گله‌مند بود. او می گفت به من گفتم برای 10-20 روز به آنجا می بریمت تا حوصله‌ات سر نرود، اما آمدیم و دیگر ماندگار شدیم. روحش شاد. ثریا حکمت او که روزگاری ستاره‌ای در سینمای ایران بود، دوران سالمندی خود را به سختی می‌گذراند و گرچه در خانه سالمندان نبود، اما این وضعیت برای او به شکل دیگری رقم خورد. روحش شاد و یادش گرامی. شما چه نظری دارید در مورد این نحوه برخورد با هنرمندان و به طور کلی همه افرادی که پایشان به خانه سالمندان باز می‌شود؟ از اینکه با لایک و سابسکرایب از کانال ما حمایت می‌کنید ازتون ممنونیم.